همین مجاهدین و همین مقاومت هستند شاخص اصلی تنظیم رابطه های رژیم با عراق و غیر عراق، با ایتالیا و با فرانسه، با امریکا و با ترکیه. و باز هم ولی فقیه ارتجاع وقتی که گیر کرد، تنها راه برون رفت رو استفاده از موشک‌های زمین به زمین، اون هم 77 فقره که در طول جنگ هم سابقه نداشت، علیه ارتش آزادی بخش پیدا کرد. پس هم خطر و هم سرچشمه بن‌بست های رژیم آخوندی در همین جاست. یادتون هست که 29 فروردین گذشته مفسرهای سیاسی خارجی ۷۷ موشک رو گسترده ترین و عظیمترین حمله از زمان تأسیس پایگاه های مجاهدین در عراق توصیف کردند. روسیه ابراز نگرانی عمیق کرد با تأکید بر این که چنین رویدادی وضعیت پرتنش منطقه رو تشدید میکنه. فرانسه تقبیح کرد و دولت عراق هشدار داد که مسئولان رژیم ایران باید بفهمند که چنین عمل کردی و شبیه به اون بود که باعث جنگ 8 ساله شد. در اثر پایداری ارتش آزادی بخش و گذر ایام یک چیز البته فرق کرد. رژیم به صراحت میگوید که جنگش با مجاهدین است و نه عراق. یادتون هست در سالهای جنگ میگفتیم که برخلاف حرف خمینی که میگوید این مقاومت زائده جنگه، از قضا این جنگ با عراق دنباله جنگ خمینی با مجاهدین خلق و با خلق ایرانه. امروز خودشون به صراحت این رو میگند. در یادداشت‌های رسمی به دولت عراق، در اعلام موازی رسمی به شورای امنیت که ما با عراق کاری نداریم، جنگمون جنگ با مجاهدین است. چه غلط کردن جالبی از همه حرفهای قبلی و چه عبرتی در روزگار که رژیم خودش با قسمایه هم در درون خودش، هم در تبلیغاتش، هم بیرون خودش، هم به مراجع بین‌المللی حرفش اینه که جنگ من با مجاهدین است. از اول هم روشن بود و این چیز جدید نبود که جنگ اصلی بین خلق است و مجاهد خلق با ارتجاع. خب هرچقدر که زمان میگذره انگار که قله نورافشان فروغ جاویدان تابناکتر و بالا بلندتر برامون ترسیم میشه. بر تاروک همه قیام های دهه های متوالی بعد از مشروطه در یک مدار تکاملی عالی تر و میبینیم که رژیم
از تأثیرات. و اثر پذیری های اون هیچ گریزی نداره. بگذارید که وقتی که انشالله به خاک میهن خودمون رسیدیم، بگذارید که در دهه های بعد از فروغ جاویدان و ارتش آزادی بخش مردم و نسل های آینده بیشتر و بیشتر بگویند. شهدای قطعی ما چنان که اعلام کردیم 1304 قهرمان بودند، هنوز هم 102 نفر مفقود و تعیین تکلیف ناشده داریم. عجبا خمینی که می گفت در مرسادش پیروز شده است، تاب نیاورد و با سبویت قتل عام زندانیان دست بسته ما رو به اجرا گذاشت، اونقدر که منتظری هم جانشینش هم ازش فاصله گرفت و گفت که